بکنید. بفرمایید. خب شروع کنم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهد چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد. ببینید، یکی از تکنیک های باز ایجاد هیجان در شنونده اینه که ما یه خبری رو از یه جایی نقل کنیم که اون خبر تعلق به اونجا نداره. مثلا فرض کنیم که حافظ وقتی میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم، همه میگن اه در خرابات مغان نور خدا، آخه چه ربطی داره؟ بعد خودش میگه وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. تشنه میشن آدما که ببینن خب حالا این نور تو خرابات مغان چیکار میکرده، چه ربطی به خرابات مغان داره، نکنه ما اصلا کلا قضیه رو بد فهمیدیم، نکنه خدا واقعا تو خرابات مغانه، ما اشتباه میکنیم، یا مثلا خدا من بعضی موقع پاتیل میشه میره یه مشروبی میخوره ما خبر نداریم. مثلا کنجکاوی ایجاد میکنه دیگه، چون اینا به هم دیگه تعلق ندارن. این سروش عالم غیب نباید مست و خراب باشه قاعدتا. ببینه میگه چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. حالا یا خود من مست و خراب بودم، سروش غیب آمد و یه چیزی در گوش من گفت رفت، یا سروش غیبم مست و خراب بود، چون اینجا معلوم نکرده که کی مست و خراب بوده. به هر حال حالا فرض کنیم حافظ مست و خراب بوده، سروش عالم غیب اومده یه چیزی گفته، حالا ما با کنجکاو میشیم ببینیم چی گفته. گفته که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. و کسی که به اصطلاح به میخونه میره، ما اولی که اومده بودیم کانادا یکی از دوستان من به من میگفت چی کار میکنی؟ گفتم نمیدونم دنبال کار میگردم یه کاری پیدا کنم. نه، میگفت برو آبجو بفروش. میگفتم چرا آبجو بفروشم؟ میگفت به خاطر که آدم ها ناراحت باشن آبجو میخورن، خوشحال باشن آبجو میخورن، یکیشون مرده باشه آبجو میخورن، یکیشون دومات شده باشه آبجو میخورن، در هر صورت آبجو میخورن. یکی از چیزام هم خواص می هم همینه. اصلا می تو شعر حافظ چندین خاصیت داره، یه خاصیتش حقیقت نماییه، یه خاصیتش هم اینه که در واقع نجات میده ما رو از خراب، پناهگاهی است برای غم، پناهگاهی است برای مهنت، مهنت آباد جهان. میدونه نگاه اگزیستانسیالیستی به ما میگه که دنیا عرصه چهار تا گرفتاری بزرگه برای انسان. یکیش به اصطلاح فکر مرگه، فکر مرگ ما رو راه نمیده. یکیش فکر تنهاییه، مخصوصا ما وقتی که مهاجرت میکنیم و ایندیویژوالیزم غرب رو میبینیم، این فکر تنهایی بیشتر یادمون میفته که چقدر دردناکه فکر تنهایی. و یکیش فکر پوچیه که ما یواش یواش هی فریب های کودکی رو فرام پشت سر میذاریم و نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر همه چیز پوچ احمقانه است و چقدر ما با این حماقت ها دلخوش بودیم و مثل یک آبنباتی جهان ما رو فریفته به این قاقالیلی روزگار و ما فکر میکردیم اینا چقدر فلسفه داره، چقدر هر چیزی مهمه، چقدر هر چیزی جواب داره، جواب میگیره توی دنیا. بعد فهمیدیم نه، پوچ دنیا. و چهارمین چیزی که اگزیستانسیالیست‌ها رو فکر میکنن که رنج‌آور برای بشر آزادیه. و آزادی نه به معنای آزادی در انتخاب یا آزادی اجتماعی، نه به این معنا. آزادی به این معنا که ما به دلیل انسان بودن و آزادیم. آزادیم که به این راه بریم یا از اون راه بریم. آزادیم که مقاومت کنیم در مقابل ظلم یا تن بدیم به ظلم. آزادیم برای اینکه در اتفاقا میدونن یه آدمی که تو دشته، فکر کنین یه آدمی توی دشتیه، دشت فراخی، این کمتر معنی آزادی رو میفهمه تا آدمی که کنج یک زندانه، توی سیاه چاله است و تحت فشاره.
چرا او بیشتر معنی آزادی رو میفهمه؟ نه به این دلیل که آزادی ازش سلب شده، به دلیل اینکه اون اونجا مختار، هنوز میتونه تصمیم بگیره که روی حرفش وایسه اعدام بشه یا بیاد از اون منجلاب بیرون، تعهد بنویسه، غلط کردن بنویسه، همکاری کنه و بیاد تبدیل بشه به یکی از همون عوامل جور و ستمی که دارن برش ظلم میکنن. این اختیار هنوز با او هست و اگزیستانسیالیست ها میگن آزادی به معنی مطلق انتخاب، مطلق انتخاب، نه حق انتخاب. حق انتخاب رو نمیگن، مطلق انتخاب یه درد بزرگ. کاش که ما کره خر به دنیا میومدیم، خر میمردیم، دیگه آزادی نداشتیم. راحت خوشبخت آن که کره خر آمد الاغ رفت. و در این مفهوم میخانه جای خوبیه. در با نگاه اگزیستانسیالیستی میخانه پناهگاهیه که شما از مرگ فرار میکنی، از مطلق انتخاب فرار میکنی، از پوچی فرار میکنی، میری به میخانه. سروش عالم غیب میاد تو میخانه بهت میگه گوش بده، بهت ببین چی میگم، بهت گوش بده. حالا سروش داره با حافظ حرف میزنه، میگه که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین. صدره اسم یک درختی تو بهشت، سدره المنتهی. فکر کنم من به خاطر لهجه کرمونیم هست که میگم صدره، شاید سدره درسته. نو کرمونیا همیشه رو ا میگیم، بعضی چیزا رو ا میگیم. مثلا به رستوران همه ایران میگن رستوران، ما میگیم رستوران. حالا ها شیرازی ها بله، ما هم همینجور پرسته. حالا نمیدونم بخاطرم نم گیجم که این صدره هست یا صدره، ولی به هر حال که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین. ای فکر کنم چیه کسی گذاشته کس صدره نشین. این درخت سدره المنتهی بهش توبام هم میگن. یه درختیه در بهشت که بسیار شاخسار بزرگی داره و روی یکی از دیوارها و در یکی از کرانه های بهشت هست و روی دیوارهای بهشت افتاده و پرندگانی که در این زندگی میکنن از جنس جبرائیل و میکائیل و نمیدونم عزرائیل و اینا هستن، اسرافیل و امثالهم هستن. یعنی خیلی شاه باز صدرنشین بودن خیلی مهمه. سروش عالم غیب آمده و به سروش هم میدونه در مکاتب زرتشتی و ایران پیش از اسلام سروش معادل جبرائیل پس از اسلام است. میاد و به حافظ میگه که ای شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو واقعا فکر کنی جا توی دنیای پر از غمه، تو جایگاهت اینه؟ تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. سفیر یعنی صدایی که معنی ندارد. مثلا سوت یه سفیره، صدای مرغ سفیره. سفیر مرغ برآمد وقت شراب کجاست؟ حافظ یه جا میگه، دارم درست میخونم به نظرم، سفیر. حالا هرچی، صدای مرغ میشه سفیر. میگه که تو راز کنگری عرش میزنند سفیر. میگه گوش بده به این صداهای افلاک، دارن صدات میکنن. ندانمت که در این دامگه چه افتاده. تو افتادی توی دامی و داری پروبال میزنی. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر. اینا همه رو داره سروش میگه. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. میگه من این از پیر طریقت شنیدم و حالا به تو هم میگم. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. که این جادوگر محتاله پیر صد بار صد تا داماد رو بر کرسی دامادی، بر مستبه دامادی و پادشاهی نشونده و دوباره سرشون کرده زیر آب و
خفشون کرده و رفته با داماد بعدی، رفته با داماد بعدی، رفته با داماد بعدی. رضا به داده بده و جبین گره بگشاد، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. و میگه که حالا فکر نکن که توی دنیا تو حالا خیلی کارام میتونی بکنی، تو محکومی. اون سارت به نظرم در مورد اون حساب آزادی اگزیستانسیالیستی میگه که، اگر اشتباه نکنم این جمله مال سارتره، میگه که ما مجبور به اختیار، یعنی این انتخاب فحریه و ما نمیتونیم کارش بکنیم. و این در واقع حالا در اختیار نکشاده است، یه جورایی همین معنی رو حالا به صورت یه ذره با مسامحه میده، که انگار که آخرش این یه جبریه که حاکمه و منو تو کارش نمیتونیم بکنیم و تغییری درش نمیتونیم بدیم، تغییر جدی درش نمیتونیم بدیم. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. ببینن این نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل به خاطر این موتیو شاعرانه هست که ما فکر میکردیم که ببینن ما بهار که میشه گلها در میان، پرندگان رو ظاهر میشن و حیوانات هم شروع میکنن جفتگیری کردن. این سه تا چیز خیلی برای ایرانیان که بهارهایی رو میدیدن، اصلا سرزمین چهار فصل بوده، مثلا برای اسکیموها این حالت رو نداره، برای ایرانیان این حالت رو داشته، که خیلی نماد و نشانه عاشقی و بشارت از دوباره شروع شدن زندگی بوده. اصلا ما میگیم به زمستون میگیم چی؟ پیرزالکش. زمستونی که زمستان ها آدم ها اگر از یه زمستونی رد می شدن می گفتن ما یه سال دیگه زنده می بود. یعنی فرض بر این بود که مرگ و میر تو زمستونه، زمستون رو رد می کردید دیگه یه سال انگار بودی زنده بود. واقعا همین آره. بعد وقتی که رد کردنش سخته تو کانادا، اول طولانیه. و خلاصه این بهار نماد یه زندگیه. خب بعد حالا جالبیش اینه که کوتاه هست، ناپایدار هم هست، و از جمله ناپایدارترین عنصر بهار از قضا شکوفه‌ایه. یعنی شکوفه ناپایدارترین عنصر بهاره، که اتفاقا دلانگیزترین به اصطلاح نماد بهاری هست. اصلا ما دیدن به جای فصل بهار میگه فصل شکوفه. اصلا فصل شکوفه مجاز به علاقه جزء و کل دیگه. ما وقتی میگیم مجاز به کار بخوایم ببریم میگیم فصل شکوفه، یعنی جزء شکوفه از کل بهار برای ما نماد اون کل، این مجاز و علاقه جزء و کل. و بنابراین گل ناپایداره. ببینن میگه نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، میخنده ولی همه میدونیم که میره، یه بادی میاد و میبردش. بنال بلبل بیده که جای فریاد است، اگر احمق نبودی داد میزدی، اگر بلبل نبودی مغزت گنجشک مغز نبودی که داد میزدی، حالا حداقل بنام. یعنی در واقع یه جوری داره به بلبل میگه، یعنی حافظ خودشو در بسیار مقام بلبل میبینه. من یه بار گفتم براتون که عشق از نظر حافظ سه تا جلوه داره، یه جلوه بلبلی داره، یه جلوه پروانه‌ای داره و یه جلوه شمعی. جلوه بلبلی همینه، همین عاشق پر سر و صداست، عاشقی است که میخواد فریاد بزنه که من عاشقم، که اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بانگی شد. یعنی بگه که من عاشقم. این یک چنین عاشقی به اصطلاح میگیم عشق بلبل. یه عشق دیگری داریم، عشق پروانه، که سکوت میکنه و میسوزه. مثلا اگر بخوایم خیلی تصویر شاید خوبی ازش داشته باشیم، این مادرای مظلومی رو دیدن که مثلا خیلی همچین حضور اجتماعی هم ندارن، بعضی از مادرها هستن حضور اجتماعی ندارن، خیلی مظلومن و سکوت میکنن و تا آخر عمرشون فقط
دارن عشق میورزن به فرزندانشون، به خانواده، به محیط. این من وقتی میگم عشق پروانه، این نوع مادرانگی تو نظرم معمولا مجسم میشه. البته خب در دیگران هم هست، در پدران هم هست، در فرزندان هم هست، در همه هست، ولی در مادران برای من خیلی این چیز میشه. سعدی میگه ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. بعد از زمان سعدی به بعد، یعنی زمان سعدی و حافظ، یه عشق شمعی هم پیدا میشه. عشق شمع درش سکوت هست مثل پروانه، ولی درش حس مسئولیت جمعی هم هست. یعنی شمع در میان جمع و جمع رو روشن میکنه، میسوزه، سکوت هم میکنه، ولی جمع رو روشن میکنه. یه غم روزگار داره، غم زمانه داره. این تا پیش از سعدی ما چنین عشقی رو تو ادبیات کمتر میبینیم. بیشتر در واقع ما دوگانه جهان و آن جهان داریم، دنیا و آخرت داریم. بعد از سعدی هست که ما دوگانه جهان و غم جهان داریم، روزگار و غم روزگار داریم، زمانه و غم زمانه داریم. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدا. این زمانه در مقابل غم زمان، جهان در مقابل غم جهان، جهان و کار جهان را. ببینید، کار جهان را، جهان و کار جهان را، نمیگه جهان و آخرت را، میگه جهان و کار جهان را. چنان که من دیدم، گر امتحان بکنی غم خوری و می خوری و غم نخوری. این جهان و کار جهان یه دوگانه ایه که بعد از سعدی در شعر فارسی قوی شد، در شعر حافظ رشد کرد، به خاطر اون عشق شمعی، عشقی که حس مسئولیت جمعی هم در اون عشق هست. و خود حافظ یه جا میگه که با کمال عشق او در عین نقصانم چو شمع. اینه چقدر فداکارانه است این بیان، یعنی کاملا انگار نگاهی داره به اجتماع میکنه. میگه با کمال عشق او در چه شمع عشقش کمال داره، وقتی که داره نقصان میبینه، وقتی که داره میسوزه، این کمالش در سوختنشه، در عین نقصانم چو شمع. و حالا اینجا به خاطر همین یه زهری حافظ داره به این بلبل میزنه. نگاه کنید، میگه که نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال حافظ بیدل. این بلبل اینجا یعنی خودش دیگه، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است، عقل داشتی فریاد میزد. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. و خب معلوم میشه که کسانی میومدن حسادت میکردن به حافظ. یک نکته ای آقای فرزاد هفته پیش مطرح کردن، الان نیستن، مطرح کردن، یه حکایتی رو از حبیب السیر ذکر نقل کردن که در این کتاب یه روایتیه که خب مثل بیشتر روایات، حالا این که نمیخوام حالا بد بگم مثل بیشتر روایتش نا بی اعتباره، این جمله رو نشنیده بگیریم، نه، روایتیه که خیلی این ما نمیدونیم چقدر معتبره. ایشون میگه که آقای شاه شجاع میاد به حافظ میگه که تو مثلا شعرات بیدار پیکره، یه خط داری راجع به معشوق میگی، یه خط بعد راجع به شراب میگی، یه خط بعدش راجع به خودت میگی، یه خط بعدش راجع به قرآن میگی، که نشد شعر که میری چپ میری راست، خب ایراد میگیرش. بعد حافظ جواب میده به شاه شجاع که بله شما، و خب شاه شجاع خودش هم شعر میگفته دیگه، میگه شما درست میگی، ولی مدعیان شعرشون از در شیراز بیرون نمیره، شعر من همین الان دارن در تبریز و در هند و در ایبروبر میخونن. یعنی این تو قاضی واقعی تو نیستی، تو نیستی که باید قضاوت کنی شعر من چیه، من شعرم دارن تو چین قضاوت میکنن راجبش، تو چی میگی؟ مثلا حتی حالا در چین شعر سعدی رو بوده اون موقع، میدونه شعر سعدی اون موقع در زمان حیاتش به چین رسیده. ولی حالا منظور اینه که
این بنابراین حسادت نسبت به حافظ وجود داشته. از این عبارت و روایت حبیب السیر ما میتونیم بفهمیم که این حس حسادت نسبت به حافظ وجود داشته. ببینن میگه حسد چه میبری یه سست نظم بر حافظ، هی میام میگی تو شعر بلد نیستی بگی، آب تو بلدی شعر بگی که میای به من ایراد میگیری؟ قبول و خاطر لطف سخن خداداد است. حالا میگم وقتی که از طرف شاه بوده ما قدر یقین میتونیم بفهمیم که از طرف شاعران دیگه هم بوده، که ما اینکه مثلا تو روایاتی که در مورد حافظ اون اساس، همه این روایات روایات افواهیه، ما اعتباری براشون قائل نیستیم. مثلا میدونیم که حافظ با شاه نعمت الله ولی کل کل داشت، مثلا اون مثلا شاه نعمت الله گفته آنان که ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. حافظ گفته آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، با یه نشون میده اینا یه کلکله. بعدش هم حافظ بد میگه دیگه، میگه که پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. یعنی به شاه نعمت الله ظاهرا میگه برادران غیور، غیور یعنی حسود، برادران حسود یوسف، درسته؟ در مورد مثلا عماد فقیه کرمانی که هم دوره حافظ بوده میگن حالا علی قحطه الراوی که یه گربه داشته نماز میخونه، یعنی آقای عماد فقیه که نماز میخونده گربش هم میبود پسترش وای میستاده اینجوری جوری میکرده. بعد مثلا حافظ این که میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد، بعد میگه که ای کبک خوش خرام که خوش میروی به ناز، غره مشو که گربه عابد نماز کرد، و بعد الاخر. خب که میگن این مثلا اشاره، حالا البته این اشاره واقعا به کلیل و دمنه است، اشاره به اون نیست. من اصلا کار ندارم این روایات درستن یا نه، میخوام بگم که نشون میده که حسادت وجود داشته نسبت به حافظ. اصلا اینا درستن یا غلط بودنش مهم نیست، مهم این که جو ایرادگیری به حافظ بوده، و از روی این بیت حافظ میشه این رو تاییدش گرفت که میگه حسد چه میبری یه سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد. سوزن یعنی بلد نیست شعر بگه، نظم یعنی شعر، سوزن ضعیف، شاعر ضعیف. حالا نه یه کتابی هست در چقدر وقت داریم؟ بیسته. یه کتابی هست در قرن نهم هجری تألیف شده به نام مجالس و نفائس. این یه فرد ترک زبانی که ترکی جغتایی بلد بوده به نام امیرعلی شیر نوایی، ایشون وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا است، نوشته به ترکی. و این کتاب در همون زمان که نوشته شده، یعنی در قرن نهم یا حالا قرن دهم دیگه ماکسیموم، این از ترکی جغتایی به فارسی ترجمه شده. در کجا؟ در عثمانی. خنددار نیست؟ فکر کنه کتاب در ایران به ترکی نوشته شده، رفته تو عثمانی به فارسی ترجمه شده. خب مثلا این میمونی، من مثلا اینجا الان یک کتاب به فارسی بنویسم بره تو ایران به انگلیسی ترجمه بشه، خب یه همچه حالتی داره دیگه. بعد این در این کتاب ما خب ببینه 100 سال گزارشی که داره میده امیرعلی شیر از شاعران قبل از خودشه و نزدیک به عهد خودشه، همه اینا رو که شما جمع بکنید که فکر کنم 350 تو مثلا شاعر رو ذکر کرده حدودا، اینا همشون توی بازه زمانی قبل از 100، یعنی در واقع 100 سال بعد از حافظن. یعنی حافظ مثلا 792 مرده، امیرعلی شیر نوایی این رو مثلا 900 و مثلا چه میدونم چند نوشته، اواخر قرن نهم نوشته، 800 و مثلا 90 نوشته. حالا باید بریم نگاه کنیم دقیقاً ببینیم چه ولی فکر کنیم مثلا اواخر قرن نهم نوشته، یعنی 100 سال از حافظ گذشته. خب تو این 100 سال ما وقتی اونجا نگاه میکنیم میبینیم توجه به حافظ چشمگیره. یعنی توی این کتاب که تو حرات هم نوشته شده، بارها و بارها و بارها و بارها نام حافظ برده شده
شعرهای حافظ کپی شده، از روی شعر حافظ شروع کردن تقلید کردن، در صورتی که مثلا سعدی شما اونجا نمیبینی، خواجو اونجا اینجوری نمیبینی، فردوسی با او عظمتش اونجا نمیبینی، نظامی با او عظمتش اونجا نمیبینی. تازه اینا زمان ازشون گذشته، کتاباشون معروف بودن، بالاخره رفته این برابر کتابا فرصت بوده که کتابا خوانده بشه دیگه، نه؟ ولی شما میبینی که حافظ محل توجه مردم، محل حسادت مردم، طرف این که تقلیدش بکنن بوده، و به خاطر همین این معنی داره که میگه که قبول و خاطر لطف سخن، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. اینجوری نیست که من شاعر خوبی باشم فقط، قبول خاطر اصلا خدا داده، یعنی این که آدم ها من رو میپذیرن یه شانسی بوده که من آوردم، و البته حالا لطف سخن هم داشتم، اینم یه شانسی بوده که من آوردم، هم قبول خاطر داشتم و هم لطف سخن، و واقعا هم داره، یعنی چیزی که در مورد خودش داره دروغ نمیگه. ببینم ما چه عوامل زیادی هست، ولی اگر بخوام یه عامل بسیار مهمش رو برای شما بگم، اینکه ما در طول تاریخمون سه بار پهلوانی و بزرگی تجربه شده. یه پهلوانی بوده، پهلوانی که بعد، یعنی در دوره تاریخمون که میگم یعنی تاریخ پس از اسلام، یعنی در دوره تاریخی فارسی دری منظورمه، نه در تاریخ ایران. اون وقتی که ما این ادبیات رو داریم، ما فارسی رو داریم، ما داریم حافظ رو توی کانتکست میبینیم دیگه، درسته؟ تو کانتکست فارسی دری داریم میبینیمش. حالا توی این کانتکست اگر نگاه بکنید، ما سه دوره بزرگی داریم. ببینم مردم یه سرزمینی نیاز به بزرگی دارن، ما احتیاج داریم به اینکه آدم ها مدیر میباشد، احساس کنیم بزرگیم، احساس کنیم خوبیم، احساس کنیم که اهمیت داریم، نه؟ یه بارش وقتی بودی که فردوسی و دیگر شاهنامه سرایان، از حالا دقیقی بگیرین، اسدی طوسی بگیرین و کسانی که روایات ملی رو جمع کردن، آمدن یه سری بزرگی رو برای ایرانیان تعریف کردن. آدمهایی رو شروع کردن از نیاکان ما برشمردن که اونها هم به لحاظ بدنی قدرتمند بودن، هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ سینه های فراخ بلند نظر بودن. از بین اینها پهلوانانی در من مثل رستم، مثل فریدون شاهانی بیرون اومدن، مثل گردآفرید زنانی پیدا شدن، و مثلا بهرام یه چهره های اجتماعی پیدا شدن که برای ما احساس و بزرگی می آوردن. اینها با دشمن بیرون می جنگیدن. بعد از یه مرحله این نوع بزرگی به دلایلی که حالا بر تاریخ ما گذشته افول می کنه، و ما دوباره بزرگی دیگری می آفرینیم. بزرگی دوم، بزرگی مردانی از جنس بایزید و زنانی از جنس رابعه بود که اینها دیگه با اون دشمن بیرونی نمی جنگیدن، اینها با خیشتن خود می جنگیدن. اینها می گفتن که جنگ بزرگ جنگ درونه، جنگ بزرگ وارستگی انسانه، انسانی که در مقابل اون نیروهای بیرونی شکست خورده بود دیگه نمی تونست قبول بکنی که ما پادشاهان بزرگ داشتیم، ما پهلوانان بزرگ داشتیم، باید یه راهکار دیگری می اندیشیدن نویسندگان و شاعران ما که بزرگی رو هنوز به ما تلقین کنن، و به ما میگفتن که بزرگی شما در درون شماست، یه انگار در درون شما یه شعله‌ایه که او خاموش بشه نیست، و بنابراین این بزرگی هم یه مدتی کار کرد. این ادامه پیدا کرد تا زمان سعدی و مولوی، و در اون دوره بود که مغول‌ها حمله کردن، و حملات مغول اتفاقا در اوج شکوه تصوف بود، و دیگه تصوف رنگ باخت، دیگه مردم نمیتونستن قبول کنن که ما پهلوانان بزرگ داریم. حافظ آمد پهلوانهای سوم رو برای مردم ایران تعریف کرد. این پهلوانان سوم یه پهلوانان کوچه و بازاری بودن که ضعف خودشون رو میدونستن، آرزوهای خودشون رو میدونستن، از جنس ساقی بودن، از جنس رند بودن، از جنس پیر و مغان بودن که خودشون رو همونجور که بودن بزرگ میدیدن. بزرگی رو در زندگی کردن، در زیستن، در برهمکنش اجتماعی، سیاسی، فکری، تاریخی میدیدن. همون چیزی که اتفاقا بعدها رسید به انسان مدرن که بزرگی یعنی همین زندگی که
ما چقدر قشنگش بکنیم، چجوری بتونیم این زندگی رو زیبا به سر ببریم. چهره هایی که حافظ داد به ادبیات ما چهره های از این جنس هست، نه از جنس بایزید و حلاج و راوعه، نه از جنس رستم و گودرز و کشواد و فریدون هست. شخصیت های حافظ شخصیت هایی که خیلی به ما میچسبید، به خاطر که ما دیگه اون بزرگی ها به نظرمون یه بزرگی های خیالی و غیر قابل باوری بود، ولی چهره های حافظ با ما زندگی میکردن و ما میدیدیم شون با من. رند حافظ تو خونه همه ما هست، ما هممون تو خونمون یه عموی دایی عمه‌ای داریم که رنده، هممون تو فامیلمون یه پیر طریقتی داریم، هممون تو فامیلمون یک مثلا زاهدی داریم، خشک مذهب ایرادگیری داریم. یعنی شخصیت های حافظ خیلی با بافتار ما جور در میاد. بخاطر همین خب این درخشان بود و دیگه هم تکرار ناپذیر بود، چون در واقع جوری قهرماناش رو چیز کرد که عرفی شدن، از قهرمانی افتادن. ببینید شما وقتی قهرمان عرفی میکنی میبریدش تو دل مردم، این دیگه نمیتونه قهرمان باشه، عرفی شده دیگه. بنابراین دیگه چهره ای نمیتونست، و حافظ قهرمانی رو تمام کرد. مرزد گفت قهرمانی تمام زیر آخرین روایت. ما دیگه بعد از حافظ قهرمان نداریم دیگه، چون همه چی دیگه عرفی شد. این هست که همینجوری با عظمت باقی موند و دیگه حالا تا دوباره ما یه جوری بتونیم قهرمانی بیافرینیم. تو دور مشروطه سعی کردیم قهرمان بیافرینیم ولی نشد. خب هفته آینده ادامه میدیم جزئیات.